بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون میخواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند اما نمی فهمند. در دلهای آنان یک نوع بیماری است، خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغهایی که می گفتند عذاب دردناکی در انتظار آنهاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، با برنامه حقیقت در خدمتتون هستیم از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. اگر برنامه حقیقت رو تا به اینجا دنبال کرده باشید، امشب متوجه خواهید شد که یک تفاوتی در سیستم برنامه حقیقت به وجود اومده. ما با یک گزینه جدید، با یک عرض کنم سلیقه جدید و تنوعی که داریم توی برنامه، امیدواریم که بتونیم برنامه بهتری رو نسبت به قبل تقدیم حضورتون کنیم. به هر حال این هم یک شیوه و روشی است که علاوه بر بنده که در خدمتتون هستم و کارشناس محترم برنامه که قطعا معرف حضور شما هست، جناب مهندس حاج زمانی، همچنین در خدمت دو جوان عرض کنم که خیلی خوب هستیم که خودشونو معرفی میکنن و من میگم که میخواییم امروز و امشب در چه موردی صحبت کنیم و این دوتا جوان چرا توی برنامه حقیقت در سری جدید برنامه حقیقت با این نوع جدید به جمع ما اضافه شدن. آقای مهندس حاج زمانی سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. از خداوند میخواهیم که انشاءالله انوار رحمتش رو بر تمامی جویندگان حق و پویندگان راه راستی و درستی و کسانی که به واقع مصداق این راستی درستی هستند که همانا پیامبر و ائمه هدی علیهم السلام و انبیاء الهی هستند قرار بدهد. ظاهرا بحثی رو که قرار شده که جناب امیری صحبت کنیم، مبحثی است که تحت عنوان کلیت بحث دین، که اصلا دین چی هستش، آیا لزوم داره که اصلا ما دین مدار یا دارای دین باشیم، آیا می شود انسانی بدون دین باشه، اصلا برداشت ما از کلمه دین چیه، تو عرف جامعه ما متدین به کی میگیم، و در یک کلام حالا از عزیزانی هم که در خدمتشون هستیم، گاهی این سوال رو از بعضی از عزیزان جوانتر هم پرسیدم که آیا دوست دارید شما امروزه یک جوان متدین باشی؟ جواب متفاوته با تلرانس های مختلف، و این جواب رو حالا من اینجا نمیگم چون به هر حال میخوام که بحث و به گفتگو بنشینیم، هم عزیزان نظرشون میفرمان تا بتوانیم انشاءالله این بحث رو و گفتگوهایی که انشاءالله انجام میشه به لطف عنایت الهی به یک مباحث و اهداف صحیح دست پیدا کنیم. خیلی تشکر میکنم. اگر در خدمت مهمانان عزیزمونم باشیم، خودشون رو معرفی کنن تا من بگم که فضای برنامه‌مون چجوریه و حقیقت امروز چی برای گفتن داره. در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. سعید آقا محمدی هستم، لیسانس برق گرایش مخابرات. آقا سعید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. سلام و همه بینندگان. محمد صادق زارعی یکتا هستم، کارشناس مهندسی پزشکی. خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردین. به من اجازه بدید که من یه بی‌ادبی کنم، شما بزرگواران رو با اسم کوچیکی صدا کنم برای اینکه جمعمون و جبمون یک مقدار راحت باشه و صمیمی باشه و بتونیم در خدمت بینندگان عزیز باشیم. بینندگان عزیز، امروز حقیقت اون عرض کنم پیرایه ها رو یک مقدار گوشه کنار، خیلی ساده تر خدمت شما رسیدیم. امیدوارم که این طرز برنامه یک محملی رو فراهم کنه، یک بستری رو فراهم کنه برای اینکه به نتایج بهتری برسیم، بحثایی که می‌خوایم بگیم راحت تر به دل بشینه. و همیشه هم گفتیم فلسفه حقیقت همواره این بوده که صحبت‌های حق رو بیان کنه بدون از تعصب، بدون از غرض ورزی،
تا یک فانوسی به دست ما و شما داده بشه که راه حق و حقیقت رو بهتر و راحت تر پیدا کنیم. جناب مهندس حاج زمانی و آقا سعید و آقا صادق گل، بحث دین این روزها خیلی بحث حساسی شده. شاید همواره اینجوری نبود، افرادی بودن که دیندار بودن، دنبال کار خودشون بودن، یه دم بودن که حالا یا بهشون دینی نرسیده بود، اونا هم دنبال کار خودشون بودن و به هم کاری نشدن. اما الان دنیا دنیایی شده که رسانه‌های مختلف، دنیای مجازی، کتب مختلف، این باعث شده که این افراد دیندار و افراد بیدین، یا افرادی که به دین اعتقاد دارن و افرادی که به دین اعتقاد ندارن، یک مقدار با هم به مباحثه پردازن، نظرات هم دیگر رد کنن، بخوان طرف مقابل رو به جبهه خودشون بکشن، خلاصه اعتقاداتشون رو میخوان بذارن در منصه ظهور. و من نمیخوام این واژه رو به کار ببرم، اما شاید واژه بهتری نشه. این روزها یه جورایی جنگ شده، یه جنگی که ما میخوایم بگیم که ما که دین داریم دینمون خوبه، و اونا هم میگن که شما که دین دارید دینتون به درد نمیخوره و به درد روز نمیخوره. مخصوصا توی این دهه های اخیر با توجه به رشد علم و اینها خیلی بحث های زیادی مطرح شده. قطعا آقا سعید و آقا صادقی که اومدن توی برنامه ما نمایندگانی هستن از جوامع ما. خدمت بینندگان از ارجمندم عرض میکنم، نمایندگانی هستن از جوامع ما. سوالاتی که همین پیرامون دین، این که اصلا دین به درد میخوره یا نه، دین اومده که من دارم کد میدم بهتون ها که بحثمون چجوری مقاد مطرح بشه، و همچنین خدمت جناب مهندس حاج زمانی، دین به در دنیا میخوره یا به در آخرت میخوره؟ آیا یک دین بعد از 1400 سال هنوز کارایی داره؟ اصلا ما باید دیندار بشیم یا دیندار نشیم؟ دیندار میشیم چجوری باید دیندار بشیم؟ از کجا بفهمیم این دین حقه بعد از 1400 سال؟ یا دین درست رو پیدا کنیم؟ چون به هر حال ما اعتقادمون اینه که ادیان زیادی اومدن که آخرینشون اسلام بود و خاتم النبیین حضرت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله آخرین پیغمبرانه. ما با دینهایی که بعدش اومده کاری نداریم. ما میخوایم اثبات کنیم که حالا این دینها رو کدومش رو بپذیریم، دنبال کدومش بریم، به در زندگیمون میخوره یا نمیخوره. و این سوالاتی که به هر حال توی جامعه، توی ذهن جوانها هست و چه بسا افرادی که حالا سنین جوانی رو هم پشت سر گذاشتن. جناب مهندس های زمانی، من حالا بحث رو انشالله دنبال میکنم و اجازه بدید که مدیریت زمان و صحبتی که بزرگواران میهمان در خدمتشون هستیم با من باشه اگر جسارت نباشه. ولی ابتدای سخن اگر شما بحثیم این پیرامون این موضوع دارید بفرمایید، یا اگر دوستانمون سوالی به ذهنشون رسید مطرح کنه، هر جور شما صلاح میدونید. من برای اینکه تلیه بحث رو شروع کنم و در واقع عزیزانم دیگه تو بحث شرکت کنن و نظرات خودشون رو بفرمان، من سوالی که الان از عزیزان دارم همچنین از شما باشد. حتی خود شما را میخوام به این بحث و چالش بکشونم که به واقع اصلا کلمه دین و برداشت دین و تدین رو شما چی برداشت میکنید؟ ایزه بفهمید عزیزان ما بفرمان که اصلا از این کلمه چه برداشتی میکنید تا بعد برین سر بحثایی برای خواهش برای. آقا سعید نظر شما چیه؟ ازم به خدمت شما که من برداشت شخصیم از دین اون چیزی هستش که ما به عنوان یک سری دستورات، یک سری برنامه‌ها و قوانینی که از جانب خدا بر ما وضع شده به اون می‌بینم، و اون چیزی که به واسطه اون قراره که ما سعادت دنیا و آخرت رو کسب بکنیم. این قراره که کسب کنیم، درسته؟ یعنی خدا یک سری برنامه در اختیار ما گذاشته و به ما گفته که این باعث میشه که شما به سعادت دنیوی و اخروی. نظرتون اینه؟ اعتقادتون اینه؟ بله، راجع به دین من این نظر رو دارم. درست. آقا صادق، من حس میکنم دین یه معنی فراتر از این باید داشته باشه. یعنی معنیش به نظر من روش زندگی برای هر کسی، شاید خیلی به خدا هم ربطی نداشته باشه. یعنی بیایم بگیم هر کسی یه جوری بالاخره زندگی میکنه دیگه، هر کسی پلنی برای زندگیش داره، یه روشی برای زندگیش داره، اینم یه دین داره. حالا شاید این دینش خدایی نباشه، حالا اینکه لزوما یا دین باید خدایی باشه نباشه، حالا این مهندس باید جواب بدم، ولی میشه دین رو فقط روش، یه روش زندگی ترجمه کرد به نظر من. آقا سعید دین رو خیلی کلی، آقا صادق دین رو خیلی کلی مطرح کرد که دین میتونه الهی باشه، غیر الهی باشه و یک روش و منشی برای زندگی. بله. اما آقا سعید دین رو منوط کرد به این که از طرف خدا اومده و سعادت دنیوی و اخروی برای ما داره. بله. خب شما چه نظر دارید؟ عرض کنم که من با نظر آقا صادق بیشتر موافقم که یک روش و منشی که
دین رو اگر به معنای ایدئولوژی بگیریم مشکلمون حل میشه. یعنی ایدئولوژی یعنی اون خط سیری که یک انسانی توی زندگیش میتونه داشته باشه، حالا اینکه اصلا خدایی باشه غیر خدایی باشه، به هر حال دینه. حالا بعد ببینیم کدوم دین بهتره یا اصلا کدوم رو میشه. البته به نظر من این توی فرهنگ‌های مختلف و توی جوامع مختلف میتونه نظرات باشه، اما کلی اگر بخوایم بحث کنیم دین یعنی من فکر کنم که نمیتونیم واژه‌ها رو از اون چیزی که تو ذهنمون هست و اون واقعیت خودشه یه مقداری یه استفاده دیگه ازش بکنیم. من میگم چرا، من به نظرم میرسه که وقتی واژه دین مطرح میشه افراد خود به خود یه واسطه یه چیزی به اسم خدا تو ذهنشون میاد. خب درسته. چرا اصلا واژه دین رو استفاده کنیم برای اون چیزی که شما میگین؟ همون میتونیم بذاریم برنامه، میتونیم بذاریم مکتب، همون ایدئولوژی. دین فکر کنم یه واسطه، یعنی یه چیزی به اسم خدا، یعنی تخصیص میخوره. آره، یعنی خود دین اصلا یه چیزی یه استفاده دیگه از یعنی شما از اون واژه دارین میکنین. اگه بخوایم خیلی بسش بدین توی همه چی، یعنی ما میگم اون رو بذاریم تفکر یا مکتب. بله. از حضورتون که من ایزه بفهمید در مقدمه یه بحثی رو عرض کنم که یه سری واژگان و الفاظی هستش که ما یه برداشتایی از اون الفاظ داریم که وقتی که وارد فرهنگ اون واژه به صورت اختصاصی میشیم و دقت میکنیم میبینیم معنایی که از اون لفظ برداشته میشود گاهی اوقات با اون چیزی که ما برداشت میکنیم تفاوت داره. من مثال بزنم، مثلا با عنوان نمونه مثلا ما میگیم که کلمه رشد، آن رشد به چه معنایی به در ذهن شما؟ نبود. آه، یعنی نمو، تغییر و تغییرات مثلا عرضی طولی. در حالی که در قرآن کلمه رشد از قد تبین رشد و منل، یعنی چی؟ یعنی رشد اینجا به معنی هدایته. پس رشد به معنی هدایته، اما تو لفظ عامه ما میگیم مثلا طرف اهل رشده، رشد رو مثلا میگیم خیال میکنیم که به معنای تغییر و تحولات عرضی طولی یا مادی یا تغییر جسمی، تغییر ابعاد کلا. بله. اما در حالی که در الفاظ قرآن و واژگان آسمانی اینگونه نیست، بعضی از الفاظ معنیشو باید دقت کنیم که واضع لفظ یا به قول عرض بود هرمونتیک من ها میگن ماتن، یا اون کسی که متن و مت قرار داده، این لفظ و استخدام این لفظ به چه معنایی به کار برده، این خیلی مهمه ها. برای همین هستش که ما باید یه مقداری دقت کنیم روی لغات. یا مثلا کلمه مدینه، کلمه مدینه یه معنای عام داره یه معنای خاص داره. معنای عامش یعنی شهر، شهر مدائن مدینه، اما یه معنای خاصش میشه اسم یه شهر خاصی که در عربستانه. کلمه مصر یعنی شهر، اما شده چی؟ اسم یه کشوری. یه معنای عام داره یه معنای خاص داره. لغات این گونن که یه معنای عام دارن یه معنای خاص دارن. بعضی از لغات. آره، همه نه. حالا لفظ دین اینطوریه، ایشون معنای خاص دین رو فرمودن، ایشون معنای عام دین رو فرمودن. معنای خاص دین که اکثرا ماها برداشت میکنیم که میگیم شخص دین داره یا نداره، یا مثلا یه آقا پسری میره خواستگاری، خدمت شما عرض شود که سوال میکنن که این آقا پسر یا دختر خانم مثلا متدینه. خود این کلمه این که میگه متدینه یه تخصیصی میکنه. آره، یه تخصیص یا یه برداشتای مختلفه. یه وقت ممکنه شما همین الان شما بپرسید میگه شخص متدینه یعنی چی؟ میگه که معتقد به دینه. حالا دین یعنی چی؟ خب همین، به شما میگن که متدینه چی برداشت میکنی؟ والا توی جوامعی که ما زندگی میکنیم میگیم کسی که خیلی اعمال عبادیشو خوب انجام میده. آها. بچه من یه چیز بگم، ببینید دوام موافق اینا مهندس، ما الان بیایم دین رو بگیریم به عنوان اینکه یک آورنده‌ای داره، یک آورنده یعنی یک پیامبری داره با همون لفظ پیامبری که برای خودمون انتخاب کردیم. و آخه میدونی من چرا دارم اینو میگم؟ یعنی ما بگیم یه آورنده‌ای داره که ما کاری نداشته باشیم این خدایی است یا غیر خدایی است، به هر حال حالا چه ادعای دروغ چه ادعای اشتباه اومده ادعای یک دین کرده، یک عده به اون معتقد شده. اگر بخوایم این رو بگیریم با آیه قرآن که میفرماید لکم دینکم ولی دین، همین رو میخوام بحث کنم تو بابا، همین رو میخوام بگم. من میخوام بگم که حتی توی بحث قرآن دین یه ذره کلی شد. قرآن احسن،
یعنی میخوام یه جایی تو حتی تو واژگان و الفاظ قرآنی دین به معنی عام اومده، یه جا به معنی خاص اومده. این باید از روی قرائن لفظیه و حالیه و مقالیه متوجه بشیم که این کلمه یعنی چی؟ اینجا عام داره به کار میره یا داره عرض حضورشون خاص به کار برده میشه؟ حالا توی روال برنامه حقیقت خوب دقت میفرمایید. الان من میخوام بپرسم که توی روال برنامه حقیقت ما میخوایم دین رو به چه عنوانی بیان کنیم؟ خب اول همین رو بعد میخوایم بحث کنیم دیگه، که ما برداشتمون از کلمه دین بعد ببینیم کدومه. آیا انسان اصلا میشود بدون دین باشه یا نه؟ من میخوام در نهایت بگم انسان نمیشه بدون دین باشه. هیچ انسانی نمیشه. یعنی شالوده انسان، خمیرمایه انسان، ریخت قالبی فطرتی انسان این گونه است که اصلا نمیتونه بدون دین باشه. مثل اینکه نمیتونه اصلا آب نخوره. حالا این میرسیم بهش چراها. من یه چیز بگم؟ بله. این دین یعنی چی؟ آخر چی شد؟ این که میگم بدون دین نمیتونه باشه منظور یعنی چی؟ یعنی معنای خاص شدی معنای عام، درسته؟ آها. که ما هم میدونیم که معنای عامه یا خاصه. ها همینجا میخوایم بحث کنیم. لذا اون آیه که شما خوندی، تا من واسه همین استناد کنم که در سوره کافرون که قطعا و یقینا تلاوت کردی و تو ماه رجب هم بسیار ثواب داشته خوندن سوره کافرون، در آخر این سوره مبارکه خدای متعال پیامبر میفرماید که به اونها بگو لکم دینو کن ولی دین دین شما مال خودتون، دین منم مال خودم، شما به راه خود، منم به راه خودم. اینجا کلمه دین این معنی است که آیه مهندس زارعی میفرماید، این معنی عام میشه. روش شما مال خودتون، روش زندگیتون مال خودتون، طرز تفکرتون مال خودتون که کفره، روش دین منم مال خودم. خود دقت فرمودید از یک معنای دین اینجا معنی عامه. خود دقت فرمودید پس کفارم دین دارن، کفارم دین دارن. وقتی که کفار دین دارن پس همه انسان ها یا کافرن یا مؤمنن یا لائکن، سه حالت دیگه. حالا تقسیمی که حالا من انجام میدم یا معتقد هستن به فراماده، متافیزیکال، اعتقاد به خدا، یک خدا، دو خدا، سه خدا، هرچی اینا میشه برای خودش دین. این طرف هم عرض به حضور شما که میشه دین. خب تازه تو اینها میشه ادیان، باز تقسیم میشه ادیان آسمانی، ادیان زمینی، دوره باز تقسیم بندی میشه ادیان زنده، ادیان مرده. خود قد بفرمیم ادیان آسمانی تقسیم میشه ادیان اصلا زنده خود این حالا این ادیان زنده هستن، زنده به معنای اینکه الان طرفدار دارن، الان کسانی هستن که بر اساس این دین و این آیین دارن زندگی میکنن. پس چه ادیان آسمانی چه ادیان زمینی، حالا آیا زندن یا مردن؟ مردنی تموم شده رفته، اصلا بسته شده، یه زمانی بوده، یه تفکری بوده و جمع شده رفته برای خودش. خب یه عرض بزرگ شما که اعتقادم اینه که آیا باید بیایم نگاه کنیم ادیان دیگه زنده هستن، مثل دین اسلام، مثل دین مسیحیت، مثل دین کنفوسیوس، مثل دین بوداییسم. ببین من دارم همه رو میگم ها، پس اینا ادیانی هستن زندن، یعنی امروز کسانی دارن که از این دین ها تبعیت میکنن و امروز مطرحه. خوب دقت میفرمایید پس وقتی معنای عام دین رو که وقتی گفتیم ما نمیشه هیچ انسانی بدون دین باشه، یعنی لایک بودن هم خودش اینو دینه، اینو روش، اینو تفکره. همین نکته که ایشون فرمودن که دین به معنای عام یعنی یک نوع بینش، یک نوع نگرش به زندگی که حالا این زندگی رو من چجوری برخورد کنم. پس انسان ها نمیشه اصلا بدون دین باشن، حتی اونی که میگه تکیدیزی باش به قول این روزی، یعنی بی خیال اصلا هیچ تابع هیچ دینی نمیخوام. همین که میگه من تابع هیچ چی نمیخوام باشم، خودم اینم یه دینه. اما حرفی که سعید زد حرف دقت فرمودید اشتباهی نبود، من نگفتم اشتباهه، من گفتم دیدگاه ایشون دیدگاه خاصه. نه ایشون میگه که توی جواب امروز وقتی که ما میگیم دین ارتباط با خدا، خود به خود میاد. خیلی خوب، بسیار خوب. به خاطر اینکه غلبه پیدا کرده این لفظ تو جامعه ما، به اینکه به شخص اینکه میگیم متدین، زود میریم سراغ دین های آسمانی و خدایی، در حالی که کلمه یا ریلیجن یا دین وقتی که شما تو مباحث بری جلو این بحث عامیه که گفتش. مثلا بعض ما طرف میگه ایدیای من اینه یا اپینیون من اینه، یه وقت میگه بیلیف من اینه تو انگلیسی، شالا
بیلیف یعنی ایمان من اینه، آیده میگه نظر من اینه، روش من اینه. اینا فرق داره با همه. خوب دقت کنید، باز همین رو میخوام بگم. این الفاظ ایشون معنای عام میگه، ایشون معنای خاصه میگه. تو جامعه ما هم تا میگیم که فلان جوان آقای پسر متدینه، فلان دختر خانم متدینه، تازه تو همین متدین بودن هم طیفای متفاوت داری. یعنی وقتی گاهی اوقات میگه مثلا بسته کجا کیو بگیم، میگه آن طرف همین که نماز میخونه هیچ کاری دیگه نمیکنه، میگه متدینه. یعنی روزش ممکن نگیره، ممکن دختر خانم حجابش رعایت نکنه ها، مثال میخوام بگم، ولی چون نماز رو میخونه میگم متدینه. درست، اشکال نداره ها. ببین این طیف حالا شروع میشه. یکی میگه آقا من خدا رو قبول دارم، پیامبر و ائمه رو قبول دارم، میگن این آدم متدینه، معتقدیه. یکی میگه من فقط خدا رو قبول دارم، هیچ دیگر رو قبول ندارم، only god، اینم میگه متدینه. یکی دیگه میگه که نه، خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، ائمه رو قبول دارم، اما مثلا عرض به حضور شما که من نماز نمیخونم، با خود خدا همینطوری حال میکنم. این اصطلاحی که امروزی میگن که دلت پاک باشه، که غلط هم هست. دلت پاک باشه، هر کار دلت خواست دیگه بکن، استا کریم قبول میکنه. اینم یه نوع دینه دیگه. خیلی تو جامعه ما همین تفکر دارن، همین خیلی هستن، همین تفکر دارن، یعنی خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، ائمه رو قبول دارن، اما نماز نمیخونه مثلا، ولی خودش متدین میدونه ها. خیلی هم بهش برمیخوره، میگه آقا تو دو دین نداری، بی دینی. خب آقای مهندس، مهمانان ما، من بگم که ما هیچ محدودیتی توی پرسیدن سوال شما نداریم. شاید بیشتر از این که ببخشید آقای مهندس، مهندس مهم باشه توی این برنامه، شاید حضور شما مهمتر باشه. چه بسا مهندس، حالا من میخواین ساکت باشم بیشتر؟ نه خواهش میکنم، نه من صحبتم چیز دیگه است. من میخوام بگم که وجود این مهمانان باعث میشه که شما صحبت‌های بهتری ارائه بدین نسبت به دیدگاهی که بینندگان عزیز ما دارن. چرا که من ابتدای برنامه هم گفتم شما دو بزرگوار به هر حال، حالا دو نفر هستید اما نماینده بیننده های ما هستید. شاید یک سری سوالاتی که ما بهش بر نخورده باشیم شما مطرح کنید، برای همین دوست ندارم که زیاد ساکت باشین. البته برنامه باید به گونه کنترل بشه که تو حرف هم نپریم. اگر سوالی چیزی از هر جا، ما میتونیم از مهندس های زمانی این اجازه رو بگیریم که توی برنامه هر جا بود شما سوالتون رو مطرح کنید. حالا من میخوام یه سوال بپرسم، واقعا با صحبت‌های جناب مهندس شما موافق هستید یا نه؟ من حالا اعتقاد اول خودم معرفی کردم، ولی یه قسمتش رو یکم سوال دارم. این مهندس، این که شما میگید کسایی که خیلی برای خودشون محدودیتی قائل نمیشن، چون دین لزومش یه سری محدودیت هاست، هر کی روشی برای خودش تعیین میکنه تخلف از اون روش قائل نیست بهش که از انجام بده. کسایی که شما میگید مثلا هیچ حدودی برای خودشون قائل نیستن، اینا هم یعنی دین دارن؟ خب اینکه حدی وجود نداره، اینا یه دینه. میگه من خلاصه دینم در این هستش که حد و حدودی برای خودم قرار نمیده. مثلا تنها حد و حدودم این هستش که به خود من ایذا اذیت نداشته باشه. دین من اینه که لذت ببرم. کسایی هستن تو عالمای مهندس که خودشون اذیت میکنن، خب مثلا اونم یه دین، مازوخیسم ها. اون میگه محدودیت نمیشه. آره. گرفت دیگه، همون روشو بگیریم بهتره. بله، یعنی به هر حال ببینید یه نوع نگرشه. من میخوام بگم دین به معنای یه نوع نگرشه، یه گذران زندگی، یه بینشه که آقا من دیدگاهم مثلا تو مسائل، مثال میگم، مادی اینه که باید تا جوانسی کار کنی. یکی دیگه میگه نه، من نگرشم در این مسائل این هستش که یه حد و حدودی قرار بدم. یکی دیگه میگه که من از هر راهی شده پول در میارم، میار پول در آوردنه. یکی میگه نه، من از هر راهی پول در نمیارم، هر شغلی رو قبول نمیکنم. خب بلکه این حد و حدودا رو شروع میکنه. حالا گذار این حد و حدودا کجا میاد، حالا این بحث بعدیه. آیا عقل، قلب، محیط بیرونه، آداب و فرهنگ هاست؟ پدرم اینطوری گفته، رو حرف پدرم هستم و همین روش پدرم رو انجام میدم، میرم جلو. رضا به پیامبر میگفتن ما بر آیین و دین آبایمون هستیم و ازش تخطی نمی کنیم. خود دقت میفهمیم. اون بحث بعدیه که چه عواملی باعث میشه در اون نگرش شخص بیاد حد و حدود بخوره. اون یه بحث بعدیست. ولی بحث اولی هستش که نمیشه انسانی بدون دین باشه، اونم کلمه دین به معنای عامش. این بالاخره یه نگرشی به این دنیا داره دیگه.
یا میگه این دنیا زندگی کردن توش هدفمنده، یا میگه این دنیا ارزش نداره، بی ارزشه، یا میگه حالا که هدفمنده چجوری باید زندگی کرد، هدف تو این زندگی چیه، به کجا باید برسم. تو هر کدوم این مسائل شما نگاه بکنید عرض و نظرات متفاوته. حالا این از کجا این نظرات تغذیه شده و به دست اومده و این روش و این آیین ها و این نگرش ها، اینا بحث هاییست که میتونه انجام بشه که از کجا انسان ها دین های مختلف پیدا میکنن. ولی ایشون فقط یه دید خاص رو گفت. ما زود میریم از روی مسئله که دین رو به معنی خاصش برداشت میکنه. تو جامعه ما قلبه کلمه دین با همینه ها، بله. جامعه ما تا میگیم طرف دین داره متدینه. ولی یه مقدار من میخوام به قول معروف فرادینی بحث کنیم، یه مقدار میخوام که این لفظ به صورت عام‌تر بحث کنیم. پس بنابراین انسان ها نمیشه بدون دین باشن. حالا دین شما چیه؟ این نتیجه کلی شد که ما گرفتیم از این بحث. من میخوام یه صحبتی داشته باشم. ما بعد یک بخش کوتاهی رو ببینیم و بیایم و ادامه بحث رو داشته باشیم. پس بنابراین ما توی بخش اول با حضور میهمانان آسعید و آصادق به این نتیجه رسیدیم که دین کلی یعنی یه روش، یه بینش، دین به معنای کلی برای زندگی. این شخصی هم ایشون نظرشون جدا ایشون نظر که... بله بمونه برای بخش بعد انشالله. دست شما درد نکنه که با ما همراه بودید. بینندگان از ارجمند، آنچه که تقدیم حضورتون شد حقیقت بود در بخش اول از شبکه جهانی امام حسین. یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم با مهمانان عزیز این برنامه در خدمتتون هستیم. کیس وصی نبی علی، آن که کنار نبی علی، نغمه وحیش بگو در دل قاره هر آس. کیس وصی نبی علی، آن که کنار نبی علی، نغمه وحیش بگوش در دل قاره هر آس. کیس وصی نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن، دستش خیبر گشاست. کیس وصی نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن، دستش خیبر گشاست. کیس وصی نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا. کیس وصی نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا. حیدریم حیدری، 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 حیدریم حیدری. کیس وصی نبی آن که مقامش فزود بعد رسول خدا از همه انبیا، آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط، آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا. علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لا فتا. عشق علی مشتعل در نفس اهل دل، ذکر علی متصل بر لب اهل دعا.
آن که بخوام قدیر به آیه بلغش خدا مدیحت سرا خب بیننده های عزیز و ارجمند، با برنامه حقیقت در خدمتتون هستیم از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. همونجوری که توی بخش اول هم دیدید، با یک شیوه اینو با یک طرح اینو در خدمتتون هستیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. انتقاد خودتون، پیشنهاد خودتون، نظر خودتون رو در این موردم به ما ابلاغ بفرمایید، کما اینکه همین برنامه‌ای که اینجوری داره تقدیم حضورتون میشه با توجه به نظر شما و پیشنهادات شما بود. به هر حال ما از طرح‌های شما استقبال می‌کنیم و داره آزمایشی هم پخش میشه. طرح‌های شما، باز انتقادات شما، نظرات شما باعث میشه که ما متوجه بشیم این روش رو ادامه بدیم، تغییراتی توش انجام بدیم، ان شاءالله کامل‌تر بشه و در خدمتتون باشیم. کما اینکه مطمئن باشید روش قبلی رو حقیقت از دست نداده، این دو تا روش رو با هم و به موازات هم پیگیری می‌کنه. توی بخش قبلی رسیدیم به اینجا که دین یک معنای کلی داره و همه دین داره. اما من میخوام بگم که حالا من نمیدونم توی این جلسه بهش برسیم یا نه. اون چیزی که ما توی این برنامه میخوایم بهش بپردازیم که اینکه دین خوبه یا دین بده، دین اومده مشکلات ما رو حل کنه، دین امروز اصلا ما بعد دین دار باشیم یا نباشیم. ببینید من این سوالاتی که من مطرح کردم و دوستانم قطعا مطرح میکنن داره قید میزنه ما باید دین دار باشیم یا نباشیم. دین مشکل دنیایی ما رو حل میکنه یا آخرتی ما رو؟ توی سوال اول دیندار باشیم یا نباشیم یعنی تخصیص، پس میشه دیندار نبود. پس ما معنای دین رو من فکر میکنم که باید توی این برنامه مرتفع کنیم که نظر ما توی دین چیه. بحثی که ما داریم توی این برنامه بهش بپردازیم و اعتقاد ماست. یعنی توی جامعه بله دین میشه روش و منش و همه دین دارن. با توجه به آیه قرآن بیان فرمودید هر کی روشی داره، حتی کسی که محدودیت هیچ گونه محدودیتی برای زندگیش در نظر نمیگیره با توجه به گفته که آقا صادق داشتن. حالا ببین دوستان نظرشون چی میفرمان؟ خواهش می‌کنم. آقا صادق آخرین نفری بود که از بین مهمانان ما صحبت کرد. آقا سعید میتونن صحبت کنن. ببخشید. ارزم به خدمتتون که حالا وابسته میشه به اینکه ما روال بحث می‌خوام چجوری به قولی پیش ببریم، ولی به نظرم لازمه که توی هر بحثی کلمات کلیدی کاملا خوب تعریف بشن. آره خوب تعریف بشن. اینی که ما از کدوم زاویه به کلمه دین نگاه بکنیم، یعنی مثلا ما از نگاه درون دینی به دین نگاه بکنیم، به کلمه دین منظورمه، یعنی تعریفش رو بگیم آقا اون دینی، اون گونه که خود دین تعریف کرده کلمه دین رو. مثلا شما توی حالا هر رشته، حالا هر رشته مثلا فرض کنیم مهندسی، یا یه سری ما واژه‌ها داریم که اونها رو تو اون علم خاص تعریف خاص می‌کنیم. خب در صورتی که ممکنه جامعه یه تعریف دیگه این اسم داشته باشه. مثلا چی؟ مثلا مثال مثلا کیس. کیس شما از کلمه کیس مثلا هم حالت میشه فهمید، هم میشه کیس کامپیوتر فهمید که مثلا میشه اونایی که رشته کامپیوتر هم مثلا میشه کیس این برداشت میکنه، اونایی که تو رشته روانشناسی هم میگن کیس استادی، اونایی که تو رشته پلیس و مسائل جنایی هم کیس رو میگن مورد خاص. ببین این بدونی این لفظ به چه معنایی تو داره استفاده میشه. خب همین من صحبتم اینه که تو این برنامه فرض کنیم که این برنامه یک رشته مهندسی، میخوایم بحث دین رو توش معنا کنیم. بله من از همین بود که یک نگاه درون دین داریم به کلمه دین میکنیم، یعنی ما میخوایم بگیم که مفهومی که از دین برداشت میکنیم ما بین خودمون با این ویژگی هاست. تا حالا تو جامعه با کسی برخورد کردید دین رو به اون معنایی برداشت کنه که آقای مهندس برداشت کردن و بیان کردن؟ یعنی کسی اصلا به دید کلی به دین نگاه میکنه؟ من فکر نمیکنم. منم فکر نمیکنم. اینطوری برداشت نمیکنن. این لفظ به کار نمیره. ولی میگه مرام من اینه. کلمه دین به کار نمیبره. همین. میگه مرام من اینه. من نظرم اینه. آیدیام اینه. ولی هم منظور همون دین است. توی قرآن جایی رو داریم دین رو به این معنای خاص به کار برده باشه؟ بسیار. قطعا و یقینا آیات قرآنی داریم که ما به معنای خاص رفت استفاده شده لفظ دین. مثلا به عنوان اون همین آیه که در رابطه با بحث قدیر ما استفاده میکنیم و خدای متعال خطاب پیامبر می فرماید که الیوم اکملت لکم دینکم،
و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی من این دین خاص رو به این شکل خاص رو برای شما پسندیدم. امروز دین شما رو، دین شما مسلمان ها رو، کم اینجا به کی برمیگرده؟ شما مسلمان ها. ها؟ اینجا دیگه ناس نیست، اینجا کمه، کم خطاب به شما مسلمان هست. من دین شما رو امروز کامل کردم و نعمتم رو بر شما اتمام کردم و این گونه اسلام رو میپسندم برای شما به عنوان دین. و لذا یه آیه دیگه ای که داریم مثلا ان الدین عند الله الاسلام، یعنی چی؟ بفرمایید. اجازه شما بپرسین. شما بفرمایید. ان الدین عند الله الاسلام یعنی چی؟ شما بعد نظرتون بفرمایید. فکر میکنم اینه که دینی که خدا اون رو قبول داره و یعنی اون دین رو فرستاده برای مردم، اون دین اسلامه. شما چی میفرمایید؟ من میتونم بگم که همانا دین از این پس نزد خدا مقبول فقط دین اسلامه، چون الف لام هم داره به نظر به اسم معرفه میشه، آره، یعنی اسمه، تا اینکه بخواد مثلا به معنای تسلیم بگیریم یا خاضع شدن مقابل خدا. حالا یک اسم، حالا برداشتی که هست هم معنای عام برداشت هم خاص رو، اصلا میشه گفت دین اسلام نیست، دین در نزد خدا اسلامه. اسلام یعنی تسلیم بودن، این معنی کلمه اسلام یعنی تسلیم بودن. این تمام ادیان الهی باید این گونه باشن که تسلیم امر خدا باشن. حالا یه معنای خاصش مثل کلمه مدینه، گفتم مثل کلمه مدینه که معنی عام داره خاص داره، معنی خاصش اسلامی است که در نهایت پایان تمام ادیان هست و خاتم انبیا این دین را آورده است و باید انسان‌ها در نهایت انسان‌هایی که دین الهی و خدا را قبول کرده اند به این دین رو بیاورند. خب الان پس بحث اصلی ما شد دین به عنوان چی؟ آخر چی شد؟ خاصش چی شد؟ آها پس ما فقط دیرامون اون صحبت کنیم. من میخوام این بحث رو ببینید آقای مهندس، این بحث میخوام مطرح کنم که ما شالودمون اینطوری ریختمون اینطوری ریخته شده که لابد از این هستیم که خلاصه باید دین داشته باشیم. حالا این دین درست غلط بحث بعدیه که دین درست چیه غلط چیه. ما اصلا نمیتونیم بدون دین باشیم. حتی الان که بنده اینجا هستم، ایشون اینجا تشریف آوردن، شما اینجا هستین، برسا یه نگرشی اومدیم، میتونست من جای دیگه باشیم. میگم من مثلا میگم بنده میگفتم من الان مطالعه میکردم، استراحت میکردم، یه نگرشی من آورده اینجا که تو این جلسه شرکت کردم. خب همینجوری این بینندگان ما دقت کنید، الان بینندگان ما که دارن این برنامه رو انتخاب کردن، نگاه دارن گوش میکنن یا میبینن، خب این برنامه رو سلکت کرده، یه نگرشی داره که این رو همین خب کسی هم که این کارو نکره اونم یه نگریشی داره. بله بله، میخوام بشنوینه که چی میگه. خب همون، نه من میخوام که باز برگشتیم سر جای اولمون، یعنی باز داریم دین رو به معنای کلی باز بحث میکنیم. من میخوام بگم این دینی که ما میتونیم داشته باشیم یا نداشته باشیم و چرا باید داشته باشیم همین نگرش هست. یعنی بیایم بحث کنیم که این بیننده چرا باید بشینه الان برنامه ما رو نگاه کنه. ببینید انا چند تا ما توی دنیای شبکه‌های تبلیغاتی حالا کلا درست غلط، نه نه من مثالم چیز دیگه بود. من میخوام این، ببین اجازه بدیم، من میخوام بگم این اسمایی که الان تو دنیا هست برای چی اینا هم اسم داریم؟ این اسما همه دینه به یه معنا، نگرش دیگه، ایدئولوژی دیگه. ها انواع اسما رو ما داریم دیگه، مارکسیسم داریم، کاپیتالیسم داریم، عرض به حضور شما که اگزیستانسیالیسم داریم، پلورالیسم داریم، همینطور بریم جلو همینطور. این همه اسما یعنی نگرش. پست مدرنیسم داریم، مدرنیسم داریم، تمام این نگرش ها اسما داره میگه ما ادعا داریم که بیاین تحت لوای این اعتقاد و این ایده و این دین قرار بگیرید. حالا امروزیش میشه ایده، یه مدار قریب‌تر میشه دین و مکتب. اما توی محاوره و تکلم ما این گونه است که همونطور که ایشون فرمودن، تا میگیم متدین یا تدین و دین، یا میگیم فلانی باهاش مثلا رفت آمد کنی، خوب آدم متدینیه، دین داره، دین حالیشه، این نکته است که ایشون میفرمان درسته. اینطوری غالب شده این لفظ. ببینید من دارم اول بحث اینو میکنم که دین رو به این معناش عامش نگاه کنی که بابا نمیشه انسان ها بدون دین باشن. حالا درست یا غلط؟ حالا بحث بعدی این است که دین درست کدومه. خب همین ما خواهیم بگیم که بفهم. من یه سوالی دارم آقای مهندس، یه حالا صحبتی کردن در مورد اسمایی که وجود اومده، بله. فکر کنم از این می‌خواستید استفاده کنید که دلیل وجود این اسم‌ها اینه که مردم یه نیازی دارن، بله. به خاطر همون وجود. بله. 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 ولی من حس می‌کنم بیشتر این اسم‌ها به خاطر استفاده مادی از جامعه بوده، یعنی ربطی به اصلا اندیشه‌ای نداره. نه، اتفاقا اینطوری نیست.
خب اصلا مثلا شما شاید مثال میتونی بیاری برای این زیاد توی کمونیست هست، توی شاید مثلا حکومت‌های قبلی که تو آمریکا بودن. شما میگید همه گیره؟ میخوام بگم دلیل به وجود اومدن این اسم‌ها لزوما این نیست که مردم نیازمنده دینی بودن، حالا رفتن یه چیزی برای خودشون به وجود آوردن. کسانی که بیانگذار یه تفکر بینش بودن و بعد این تفکر بینش رو دیگران تقویت کردند و انسان‌هایی هم اومدن تابع اون بینش و یا اون دینی بله حالا بحث ما بخوره شدن، واقعا بخاطر مثلا مادیشون بوده؟ نه، واقعا دنبال این بوده، تشنه بودن که بابا یه روشی رو برای زندگی انتخاب کنن، یه روشی رو برای زندگی کردن انتخاب کنن. همه هم ادعا دارن که ما با این روش و بینش انسان‌ها رو به سعادت میرسونیم. اصلا تیتر اینه دیگه که ما انسان‌ها رو خوشبخت میکنیم با این روش و بینش. اصلا بحث دنیا آخرت اصلا جدا، اصلا بحث برای همینه که مردم میرن سمتش. بله بله، اول دنیای انسان هست، بعد فرای اون آخرت هستن. اصلا بحث بعدی آخرتی اصلا ایده قبول ندارن، میگه ما همین دنیا. تو این دنیا خیلی این اسما که به وجود اومده من باب این است که واقعا میگه با این روش تو اینطوری زندگی کن، اینطوری مثلا تو مسائل اقتصادی رفتار کن، تو مسائل اجتماعی اینطور برخورد کن، زندگیت خوشبخت میشی. و لذا مثلا به عنوان نمونه دیدگاه های مارکسیستی که لنین و مارکس گذاشتن و اون جامعه پرولتاریا و کلا مباحث اشتراکی که مطرح کردن، خب اینا برای چی بود و به دنبالش افراد دیگر به بسیار اومدن دنبال این تفکر شدند. فکر میکنن اینطوری انسان ها میتونن بهتر زندگی کنن. البته نه حرف شما رو میتونیم 100% بس بدیم، نه حرف صادق رو، برای اینکه خب چه بسا ممکنه خیلی ها سوء استفاده کنن، خیلی ها همونی که خیلی ها دارن ازش سوء استفاده کنن، اون روش زندگی ازش استفاده کنن. قبول میکنم که یه عده ممکنه رو سوء استفاده بیان، حالا چه بنیانگذاره چه افرادی که دنبال رو بودن. بله بله، در دوردش خیلی از تفکر یه مقدار تفکرات و بینش و دین هایی که درست شده است برای سوء استفاده هم بوده است، اما کلی نمیتونه بگه همش اینطور بوده. نه، این نظر من این هست. یعنی میخواید بگید که یه عده‌ای بودن که دلشون سوخته که مثلا یه راه حلی پیدا کنن. یه عده درد فهمیدن دارن. بله ببخشید آقا. یه عده درد فهمیدن دارن. یه عده درد اینو دارن که به دیگران خیر برسونن. نشستن، برنامه‌ریزی کردن، عرض حضور شما فکر کردن و یه طرحی دادن. یه مدلی دادن. دیگران هم اومده این مدل کامل کردن. یکی اومده مدرنیسم مثلا طرح داده. یکی دیگه اومده نه، مدرنیسم بدن، پست مدرنیسم بهتره. خب این نظراتی که دارن میدن همشون این نیست که میخوان سوء استفاده کنن. من فکر کنم صادقی همچین نظری داره، یعنی میگه که دینهای غیر الهی و ادیان بشری همش برای سوء استفاده است، درسته؟ من اینجوری یعنی اینجوری برداشت میکنم که اگه کسی حالا واقعا اینقدر توانمند دانشمند، چون اونایی که دینها رو بنیان گذاری کردن آدمهای بزرگی بودن، آدمهای بی سوادی نبودن، اونها اگر میخواستن برای مردم خیر و سودی داشته باشن روش‌های بهتری هم وجود داشتن که بخوان دین خودشون اختراع کنن، چون دین‌های دیگه‌ای هم وجود داشته، میتونستن بهترینش رو انتخاب کنن برای مردم و بهشون معرفی کنن. ولی بنیان‌گذاری یک دین، من حس می‌کنم اونها بیشتر اومدن تقلید کردن از ادیان آسمانی، وعده‌هایی که ادیان آسمانی دادن اومدن کردن وعده‌های خودشون و اون با اون وعده‌ها مردم رو فریب دادن. ببینید وعده‌های آسمانی یه سریش واقعا باید باور کنیم که خدای متعال که خالق ما هست، هم وعده‌های دنیایی به ما داده هم وعده‌های آخرتی. قطعا و یقینا دیدن چیا هست که انسان‌ها طالبون هستند، مثلا خوشبختی، سعادت، ها روزی زیاد. مثلا دارم عرض می‌کنم این که تو این زندگی چطور زندگی کنی که لذت ببری، خود همین. خب اینا قطعا یقینا میان از این استفاده می‌کنن، شکی نیست، اما طریقه و روش رسیدن به اونها رو خب بله نظر میدم مثلا به این شکل. مثلا بعد اگر یه عده رو اینا گمراه کنن، من بیشتر با صادق موافقم، اما اگر یک عده رو گمراه کنن بعد خدا بیاد خیر اینا رو بگیره. اصلا بحث خدا رو الان نیارید مهندس، ببینید نه، یک دادگاه، من بحث دادگاه ها، یه دادگاه بیاد بگه آقا شما این مردم رو گمراه کردید، میگه من خیرشون رو می‌خواستم اما تعالی میگه دادم اول بد در اومد. دادگاه واقعا بعد اون رو تبرئه کنه؟ اون آره بحث بعدی است که خب نه دیگه، ما بحث سوء استفاده رو حل کنیم. همین دارم میگم که انسان ها واقعا میبینن که این کسی که مثلا حتی فروید به عنوان نمونه، فروید یه نظریه داده دیگه برای خوشبختی انسان ها، یه دینی رو بنیان گذاری، خب یه نظریه داده، این نظریهشو بعضی جاها امروز جواب میدن، بعد یه قسمتایشو قبول دارن یه اسمشو قبول ندارن. حتی روانشناسا، حتی روانشناسا که او رو به عنوان پدر روانشناسی میشناسن به یه عبارتی، مثال میخوام بزنم ما، یعنی واقعیتش این هستش که اگه انسان‌های اومدن و یه نظراتی توی مسئله داده اند، مگه اینکه اثبات بشه اینا رو غرض و مرض این کارو کردن،
بحث بعدیه. اما یه عده خیلی از این دینامانو داریم که افراد رفتن تبعیت هم کردن، انسان ها بیچاره هم شدن یا اصلا رفتن توی عرض حضورشون راه های انحرافی، ولی میگه آقا من نظر من بوده، میخواستی نه تبعیت کنی از من، خودتون آزاد بودی اومدی برای چه انتخاب کردی؟ قبل از اینکه به سوال سعید بپردازیم، من یه سلام و عرض ادبی داشته باشم خدمت بیننده هایی که از این ساعت بیننده برنامه حقیقت شدن. برنامه حقیقت با حضور علاوه بر کارشناس محترم برنامه، دو تا مهمان عزیز داریم که میخوایم یک مقدار بحثمون رو گسترده تر کنیم و بحثمون رو خیلی خودمونی تر به قول معروف در خدمتتون باشیم. بحثمون هم در مورد دینه، این که اصلا دین چیه، دین رو باید داشته باشیم یا نداشته باشیم، دین میتونه ما رو خوشبخت کنه یا نه، و امروز بعد بریم دنبال دین به معنای خاصی که مطرح میکنیم در برنامه های بعد، و یا اینکه بعد دنبال روش های دیگه باشیم دین به عنوان مطلب کلی. در خدمت آقا سعید هستیم، میخواست سوال کنه، من پریدم بی‌ادبانه توی حرفش با بیننده های صحبتی کردم، ببخشید. در خدمتی فرمایش که آقای مهندس فرمودن راجع به مثلا فرض کنید فرویدی و افراد دیگه، به نظرم باز همون معنی نظریه هست، یعنی اینها نیومدن که راجع به دین به معنای کل، آره، یعنی یه چیزی در حد یک نظریه بگن که اگه این کارو بکنین خوبه، برای همه چی برنامه نبود. بعد یه بحث دیگه هم هست و اون این که یه وقتی هستش که شما میبینین که افراد با این زاویه نگاه میکنن به این قضیه که دارن یاکشی میکنن، مثلا میگن که من تفکرم اینه، شما تفکرت اینه، دور هم جمع میشیم یه نظریه ارائه میدیم. به این معنی است که طرف بخواد، یعنی خود به خود خود جوش دور هم دیگه میگن که ما نظراتمون نسبت به همچین اتفاقی که فرض کنیم افتاده اینه، یعنی خود به خود افراد تفکرش نگاه میکنن به هم دیگه میخوره، یک دینی خود به خود شکل میگیره، همون یا همون نظریه اتفاق میفته. یه بود فقط باشه، بله تو یه بود ممکن باشه و اینو ممکن کسی ارائه بکنه، یعنی شاید اصلا خود جوش اتفاقی افتاده، ممکنه هم نظرات حالا آتاده فرمودن هم نظرات به قولی سوء استفاده باشه و اینکه اصلا جواب فرمودن. به نظرم یه وقتی نظر اتفاق دیگه هم ممکنه بیفته، برای اینکه طرف خود به خود یه سری ایدئولوژی مطرح بخواد بکنه، لزوما مربوط به سوء استفاده و یا اینکه به قول دلش واسه جامعه بسوزه نیست، میتونه دلیل دیگه داشته باشه اگر بخوایم دینو به اون مفهوم کلیش که شما در نظر گرفتین ببینیم. خب الان نتیجه چی شد؟ 100% یعنی یه عده نمیتونن، یعنی ما نمیتونیم بگیم همه درد مردم رو داشتن و خواستن مردم رو به کمال برسونن، همه نمیتونیم بگیم همه اینجوری بودن، همه هم نمیتونیم باشه. بگیم که سوء استفاده می‌خواستن. من می‌خوام بگم اگر با اون دید کلی بخوایم به دین نگاه بکنیم، میتونه هر دلیلی داشته باشه، یعنی کسی به ذهنش که این کار خوبه بدون هیچ مثل همون چیزی که دلش نمیدونه. بعد دلش نمیدونه. یعنی دلیل کسایی که اومدن دین رو پایه‌ریزی کردن به معنای کل، ما نمیتونیم بگیم که چه کاری میتونستن بکنن. یعنی معنای که آی صادق خان برداشت کردن و شما زیر سوال میارید. صادق نظرش این بود که بدبینانه ترین حالت ممکن نگاه کرد به این قضیه دیگه. گفت همه اونایی که یه دینی آوردن که نتونسته مردم رو به کمال برسونه، سوء استفاده می‌خواستن بکنن. می‌خواستن نمی‌دونن عکسشون مثلا روی روزنامه چاپ بشه، مثلا اسمشون موندگار بشه، پول زیادی به جیب بزنن. نه اینطور نه. من خب 100% ما به این نتیجه میرسیم. من فکر کنم این عاقلانه باشه. حالا امیدوارم تو نتیجه برنامه‌های بعد مشخص بشه. خب آقای مهندس، ما 7-8 دقیقه وقت داریم و میخوایم یک بحث دیگه ای رو باز کنیم، یه دریچه دیگه ای رو باز کنیم، قبل از اینکه یه پنجره دیگه ای رو باز کنیم برای برنامه بعد، ما یه جنبندی داشته باشیم از این برنامه که چی شد، بیننده های ما برای برنامه بعد چه تفکراتی بکنن، چه فکرهایی بکنن، چه سوالاتی توی ذهنشون پیش بیاد برای ما بفرستن، توی ذهنشون باشه ما جواب بدیم. اگر سوالی پیرامون این موضوعاتی که توی برنامه حقیقت مطرح میشه خدمتتون هست، حتما با ما در میون بگذارید، پیامک، ایمیل و تلفن مستقیم، ما انشالله ببینیم که چه سوالاتی توی ذهن شما از علاوه به این نمایندگانی که توی برنامه ما از طرف شما حضور دارن. آقای مهندس یک جنبندی داشته باشیم؟ به اینجا در واقع بحثت شاید به این نتیجه شاید رسید، من نمیدونم دوستان به این نتیجه قبول کردن کامل یا نه. آره معلومه قبول کردن. که بله، این که به هر حال ما همون گونه که تشنمون میشه، بله، چون ریخت قالب ما این هستش که تشنه میشه باید رفع تشنگی کنه، یا این تشنگی با یه آب گوارای سالم عرض بزرگ زلال خوب برطرف میشه، یا با یه آب آلوده، یا با یه آب گلالود، با یا یه نوشیدنی که مضر برای انسان، برای ما این رفع تشنگی میکنیم. این رو من بحثم همینه که ما نیاز به دین داریم، مثل اینکه نیاز به آب داریم، نیاز به هوا داریم، نیاز به غذا داریم. انسان شالودش اینه،
از اون برم ابزارهای ایجاد شده که این نیاز رو در انسان هایلایت میکنه که با بالاخره نمیشه همین تو گتری زندگی کرد، بی هدف زندگی کرد. خب پس دنبال یه روش باش. این آلارما کجا ایجاد میشه؟ از اون زمانهای از اون زمانی که به تعبیر حالا دین یا به تعبیر روایات، به تعبیر دیگر در دیدگاه روانشناسی که عقل انسان عرض وضوعی آلارما رو میده، این کوشن مارک ها ایجاد میکنه، این سوالات ایجاد میکنه، کی هستم، چی هستم، کجا هستم، برای چی هستم، کجا باید برم، چی میشه. تمام این سوالات به احتمال کم رنگ یا پر رنگ متناسب با افراد در انسان ها ایجاد میشه. لذا من خودم در نسل جوان واقعا سوال کردم این رو، چه بچه هایی که در آستانه سن بلوغ هستن، عزیزانی که در سن بلوغ هستن، مثل بچه های اول دبیرستان، چه عزیزانی که در مقاطع یا سن بالاتر هستن، چه عزیزانی که در مقطع دانشگاه هستن. به واقع این سوال بر اینها مطرحه، یعنی که راه درست چیه، روش درست چیه. ما حالا تازه بحث های بعدی مطرح میشه، چرا تو بین ادیان حالا دین اسلام، حالا چرا تو بین دین اسلام دین تشیع، حالا چرا دین تشیع شیعه اثناعشری. ببینه هی داره هی به قول معروف باریکتر و دقیقتر میشه و اینجاست که ما دیگه انتخاب میکنیم میگیم آها این دین به این دلایلی که انشالله ما شرق دقیق میفرمید. پس الان بحث کلی ما اگه نتیجه کلی در یه جمله این شد که ما لابد از این هستیم که دیندار باشیم. دین به معنی عامش، اما اینکه چه دینی داشته باشیم، اما چه دینی درسته، چجوری باید پیداش کنیم، چه روشی درسته، این بحث بعدی است که حالا که ما لابد این هستیم مثل تشنگی، ما باید بریم ببینیم چه چیزی رو به عنوان نوشیدنی بخوریم طرف تشنگی ما رو بکنه اما به نفعمون باشه. درست دقت فرمودی؟ این بحث بعدی است. حالا خیلی تشکر میکنم آقای مهندس های زمانی، خیلی تشکر میکنم آقای سعید و صادق که امروز تشریف آوردید. پیرامون این موضوعی که آقای مهندس های زمانی فرمودن در جلسه بعد ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت، تفکر کنید، تأمل کنید، سوالاتتون رو بنویسید، انشاءالله با آمادگی بیشتری تشریف بیارید که برنامه ما با حضور شما گرم‌تر بشه. آقای مهندس های زمانی صحبت پایانی دارید بفرمایید. من خواهش میکنم من انشاءالله بتونیم که دنباله این بحث رو در خدمت عزیزان داشته باشیم و مبحث این که خلاصه مطلب این که حالا ما ناگزیر از داشتن دین هستیم، حالا این دین صحیح و درست با چه مؤلفه هایی و آیتم هایی قرار میگیره. تشکر میکنم خلاصه این صحبت پایانی. متشکرم، تشکر میکنم از شما و این جمعی که تشکیل دادید. من هم اول عذرخواهی میکنم اگه سوالات حالا بدی پرسیدم، مهندس رو در سر انداختیم، ولی امیدوارم که بحث مورد استفاده بینندگان باشه. بچه‌ها کل روش رو میپسندین؟ حالا شما به هر حال بیننده برنامه ما بودیم توی جلسات قبل، این روش خوبیه یا نه خوب نیست؟ نمیخواد دید. خوبه به نظر من، خوبه. اگر والا فکر کنم بهترین روش بشه برگزار کرد اینه که یه مناظره ای باشه با دیدگاه تفکری که وجود داره توی جوامع و به کسانی که کارشناس. درست، بسیار خوب، ما این رو هم بررسی میکنیم ان شاء الله. خیلی تشکر میکنم بیننده های عزیز و ارجمندی که با حقیقت امروز همراه بودید. حقیقت فلسفهش رو ما بارها گفتیم، یه فلسفه دیگه شم میخوایم بگیم، یه ویژگی دیگه شم میخوایم بگیم که ما واقعا نقد پذیریم، دست به سینه جلوی همه اونهایی که انتقاد میکنن میشینیم، صحبتاشون رو میشنویم، اگر حق بود میپذیریم، اگر هم حق نبود که دعوایی نداریم، ما یه جوری صحبت میکنیم که اون بزرگوار متوجه بشه و بپذیره. دست شما درد نکنه که با ما همراه بودید. التماس دعا، خدا یار و نگهدار.